دفتر استاد دانش رد کرد. ما حزب تأسیس نکردیم. دانش هیچ ربطی به این حزب جدید که سوی آقای ابراهیم‌زاده اعلام شد، البته به نحوی، نداره. پس چه کسانی حزب وحدت نوین افغانستان را ساخته است؟ با سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به سنترال افغانستان. امروز پنجشنبه مصادف است با 15 اکتبر سال 2020 میلادی. شما عزیزان هموطن در جریان هستند که حزب تاسد تأسیس شده تحت نام حزب وحدت نوین افغانستان با دبیر کلی وکیل ابراهیم زاده، نایب دوم مجلس نمایندگان و نماینده مردم بلخ روز سه‌شنبه 13 اکتبر اعلام وجود کرد. گفته می شد که این حزب با حمایت سیاسی استاد دانش معاون ریاست جمهوری افغانستان تأسیس شده است. اما دفتر مطبوعاتی و در تماس با سنترال افغانستان این خبر را رد کرده است. جزئیات بیشتر را با صدای رئیس مطبوعات معاون دوم ریاست جمهوری با شما شریک خواهیم کرد و آرزو داریم که تا پایان با ما همراه باشید و اگر تازه به کانال افغانستان مرکزی سرزده سابسکرایب و زدن زنگوله ایتون نرود. دیروز خبر در سنترال افغانستان تحت عنوان هزارها باز هم پارچه پارچه و حزب دیگر تحت نام وحدت ایجاد شد به نشر رساند که واکنش های گسترده را به همراه داشت. ما بر اساس اطلاعات اولیه که از نزدیکان و آشنایان استاد دانش گرفته بودیم، آنان گفته بودند که معاون رئیس جمهور از حزب وحدت نوین افغانستان حمایت کرده است. نشر این خبر با واکنش های مثبت و منفی در شبکه‌های اجتماعی به همراه بود. خیلی ها از استاد دانش و عباس ابراهیم‌زاده مشهور به عباس دالر انتقاد کرده و گفته بودند که در شرایط فعلی که هزارها به انسجام نیاز دارند، ایجاد شاخه دیگر از حزب وحدت کار نادرست و خلاف منافع مردم شیعه و هزاره در افغانستان می باشد. بعد از نشر این خبر، استاد محمد هدایت رئیس بخش مطبوعاتی و مشاور استاد دانش زیر یکی از پست های ما کامنت مانده و این را رد کرده بود. و ضمن تایید رابطه نزدیک با وکیل ابراهیم‌زاده ما گفته بود که استاد دانش در تأسیس این حزب نقش ندارد. از آنجا که سنترال افغانستان خود را رسانه مربوط به مردم میداند، وظیفه‌اش میدانست نظر آنان را گرفته و به نشر برساند. ما در تماس تلفنی که با استاد محمد هدایت داشتیم از وی پرسیدیم که چطوری ممکن است تا چند روز قبل جلسات مشترک تحت نام حزب وحدت با هم داشتید و حالا از هم جدا هستید. آقای هدایت رئیس بخش مطبوعات معاون دوم ریاست جمهوری و مشاور استاد دانش ضمن تایید رابطه نزدیک معاون رئیس جمهور با عباس ابراهیم‌زاده و اعضای حزب وحدت نوین افغانستان گفت استاد دانش و اعضای دفتر وی در ایجاد این حزب هیچ نقش ندارد. وی اضافه کرد که استاد دانش دنبال ایجاد یک راه وحدت برای انسجام مردم شیعه در افغانستان است و از هر گونه اقدام عجولانه پرهیز میکند. در ادامه سخنان استاد محمد هدایت را برای شما دوستان عزیز نشر میکنیم. سرجان سلام، عصر شما بخیر. خبری که شما نشر کردین در مورد تشکیل حزب جدید آقای ابراهیم‌زاده، وکیل صاحب ابراهیم‌زاده، که گویا استاد دانش هم در پشت سر از حزب حضور داره، ما تکذیب میکنم این حرفه، بخاطر از اینکه استاد دانش هیچ ربطی به این حزب جدید که سوی آقای ابراهیم‌زاده اعلان شد، البته به نحوی، نداره. قضیه از این قرار است که مدت هاست که تعداد زیادی از اعضای شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی افغانستان و به خصوص سه معاون حزب، که حزب سه معاون داشته، دو معاون انتخابی و یک معاون انتصابی، که معاون انتخابی معاون اول استاد دانش است، معاون دوم استاد وهاج است و معاون سوم که طی حکم استاد خلیلی در سالهای گذشته تعیین شده بود آقای ابراهیم‌زاده وکیل صاحب است، با حضور از سه معاون و تعداد زیادی از اعضای شورای مرکزی حزب وحدت و از شخصیت های مؤثر حزب وحدت جلسات متعدد برای اصلاحات در حزب و ایجاد یک سری تغییرات و اصلاحات جدی در حزب تشکیل شد و این جلسات همچنان البته ادامه داره و ادامه خواهد داشت. تحت عنوان حزب وحدت اسلامی افغانستان هست و بنابر ای نبوده که حزب جدید تأسیس شود، ولی خب از مدت هاست که جناب آقای وکیل صاحب ابراهیم‌زاده به دنبال راجستر کردن یک حزب بود تحت عنوان حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان، که او را راجستر هم البته ظاهرا کردن، یک مدت هم منتظر ماند که
سرنوشت ما با حزب وحدت چی میشه. ولی خوب از اونجایی که مشکلات زیاد است و جناب استاد دانش هم مصروف هست، به می خاطر احتمالا هم مصروف هست و همی که نمیخوای یک کار نسنجیده و یک کاری عجولانه صورت بگیره، به او خاطر او روند ادامه خواهد یافت و در چارچوب یک تشکل سیاسی فعلا در چارچوب همون حزب وحدت اسلامی افغانستان خواهد بود، به خاطر از اینکه باور ما است که حزب وحدت اسلامی افغانستان که در سال 1383 کنگره برگزار کرده و انتخابات شده، به مدت 4 سال یا 5 سال رهبری حزب تعیین شده و اعضای شورای مرکزی تعیین شده، از او به پس هیچ انتخاباتی در حزب متاسفانه صورت نگرفته و قانون و اساسنامه حزب همچنان معطل مانده و تعلیق شده، در نظر گرفته نشده. به او خاطر ما فقط به دنبال ایجاد اصلاحات در حزب وحدت اسلامی افغانستان و احیای عظمت حزب وحدت و احیای اقتدار و عظمت حزب وحدت که در رأس از او شهید مزاری بود، به دنبال زمو هستیم که یک ساختار کلان در چارچوب نظام سیاسی افغانستان فعالیت سیاسی بکنند. خب ما البته تشکیل حزب جدید را به جناب وکیل صاحب ابراهیم زاده تبریک میگیم و ارتباط بسیار بسیار نزدیک بین از اونا و استاد وجود داره. ما هم که در رکاب از بزرگان هستیم میبینیم که هیچ مشکلی در اینجا وجود نداره، ولی خب اونا یک حزب را راجستر کردن و به نحو غیر رسمی البته اعلان هم کردن و ما از او استقبال میکنیم. هر کسی حق داره در این کشور بر اساس قانون اساسی افغانستان تشکیل یک حزب و انجمن و یا یک تشکل سیاسی را ایجاد بکنه، هیچ مشکلی نداره از نگاه ما، ولی روندها همچنان ادامه خواهد داشت و همسویی بین جناب آقای ابراهیم زاده و استاد همچنان پا بر جاست. در انتخابات اونا حمایت کرده استیم از تیم دولت ساس و هنوز هم همچنان پشتیبان از این نظام و نظام سیاسی هستند و پشتیبان دیدگاه های جناب استاد هستند و همراه هستند با جناب استاد. ما امیدوار هستیم انشاءالله که بتانیم با یک آجندای کلان حزب وحدت را احیا کنیم، اقتدار حزب وحدت و عظمت گذشته حزب وحدت را احیا بکنیم. فعلا در این مرحله است، بنابر این شخص جناب استاد دانش با حزب جدید هیچ رابطه ای نداره و هیچ گونه دخالتی در او نداره، در این حالی که حتما استقبال میکنه از این گونه اقدامات و از هر اقدام سیاسی که در راستای احیای مجدد عظمت مردم ما و شما صورت بگیره، ما از او استقبال میکنیم و طبعا جناب استاد دانش هم استقبال میکنه و ناراحت نیست، ولی دخالت و ربطی به این حزب سیاسی جدید نداره. تشکر. سخنان استاد محمد هدایت، مسئول مطبوعاتی و مشاور استاد دانش، معاون رئیس جمهور را شنیدید. ضمن تایید رابطه نزدیک استاد دانش با عباس ابراهیم زاده، اما می گفت که در تأسیس حزب وحدت نوین افغانستان استاد دانش و نزدیکانش هیچ نقش و رابطه ندارد. از اینکه با سنترال افغانستان بودین جهان سپاس. لطفا به خاطر حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را بزنید. تا درود دیگر، بدرود. سنترال افغانستان، صدای هزارستان.